به نام خدا سلام و صبحتان بخیر. بیننده برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستیم. در آغاز برنامه هم بسته خبری حاوی مهمترین و دخترین خبرهای افغانستان و جهان بود که ارتباط میگیره به رویدادهای 24 ساعت گذشته همکاران بخش خبر منتهی کرده بودند. موضوع امروز برنامه را اختصاص دادیم به کارکرد شهرداری ولایت پروان. شما عزیزانی که در ولایت پروان زندگی میکنین و از چالش ها و مشکلات برخوردار هستین، امروز اینجا خوشبختانه خواجه روح الله صدیقی شهردار ولایت پروان اینجا در برنامه حضور پیدا کردن تا در برابر پرسش های شما پاسخگو باشن. شما هم اگر از باشندگان ولایت پروان هستین، امروز این فرصت برای شما شکل گرفته، میتونین زنگ بزنین، پرسش ها و دیدگاه هایتان به گونه مستقیم با مهمان برنامه ما در میان بگذارین. راه های ارتباطی که شما را به گونه مستقیم در برنامه وصل میکنه 0791 300 654 و 655. نشانی ما در فیسبوک هم در صورتی که تماس شما برقرار نمیشه و یا هم به دلایل مختلف قطع میشه، میتونین سر به فیسبوک ما بزنین /1tv morning مگزین و یا مجله نوی صبح نشته، آنجا میتونین پای پست مرتبط به همین موضوع ما دیدگاهتان با ما در میان بگذارین. 10 دقیقه اخیر برنامه بیشتر اولویت داده میشه به ویدیو بیننده هایی که از طریق فیسبوک با ما دیدگاهشان در میان گذاشتم. در آغاز برنامه از ویدیو بیننده هایی که به گونه مستقیم میخواین تماس داشته باشن تقاضا میکنم هنگامی که تماس میگیرین یک موقعیت درست اختیار کنین و یا از پای تلویزیون هایتان فاصله بگیرین تا ما بتونیم صدای شما رو به گونه درست داشته باشیم. جا داره که آقای خواجه روح الله صدیقی خوش آمدید بگیم و سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. آقای صدیقی تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. دو موجود ز هستی گرامی تر است، یکی میهن و دیگرش مادر است. حضور شما و حضور همه هموطنان عزیز، السلام علیکم، صبحتان بخیر. ممنونتان. آقای صدیقی، میخواییم در ابتدا از ود برنامه هایی که شما خودتان در رأس شهرداری پروان قرار گرفتین و انجام دادین یک اندازه برای ما وضاحت بتین. خب بسیار تشکر میکنم از تمام رسانه‌های محترم، خاصتا تلویزیون یک که همواره در انعکاس واقعیت ها زحمت میکشه. نهایت سپاسگزار هستم. یک آدرس ملی برای مردم افغانستان و انعکاس واقعیت ها شده. من سپاسگزار هستم. اولی که 4 کنفرانس ملی شهری را ما به خود داریم. خوشبختانه 4 کنفرانس ملی از سر ابعاد مختلف زندگی مردم که در شهرها زندگی میکنه، تمام موضوعات اونجا مورد بحث قرار گرفته. دستاوردها و چالش ها شریک میشه متخصصین، کسایی که دارای دید و اندیشه هستند، همه سال یک بار جمع میشن که تحت نظر رئیس های محترم جمهور اسلامی افغانستان و با مدیریت سالم جناب وزیر صاحب امور شهرسازی اداره مستقل ارگان های محل، خوشبختانه روز 3 است امروز. البته آقای صدیقی، منظور ما از برنامه هایی بوده که شما برای عرضه خدمات به مردم پروان انجام فقط دید. ما خواستم که چون مناسبت به می داره که ما از آدرس امو کنفرانس ملی اینجا معرفی شدیم، خواستم که یک بار از اونا سپاسگزاری بکنیم تا باشه که نشه که آدرس مشخص سر کار کرده شاروالی. ما در اداره شاروالی شهر شارکار خودم مدت 4.5 میشه البته که من رئیس شاروال فعالیت دارم، در گذشته معاون شورای ولایتی بودم. از روزی که ما به شاروالی شهر شارکار آمدیم، انشاءالله آنچه که میگم بر مبنای واقعیت است که اولین گپی که بسیار بر ما مهم بودی که تشکیل ما 58 نفر بود، حالا 121 نفر است که بیشترین از این جوان ها است. در گذشته ما یک لسانس در خود شاروالی نداشتیم، همه 12 پاس یا پایین تر از او بودند. حال تعداد جوان ها را جذب کردیم، 20 تن از جوان ها جذب شده که همش لسانس از فضل خدا و خوشبختانه 10% از کارکنان شاروالی امروز خانم ها است، البته دختر خانم هاست که عملا فعالیت دارند. و در پهلوی ازی برتان گفتم میتانم که در شاروالی شهر شارکار مثلا زمانی که ما آمدیم 4 وسایت بود، امروز 18 وسایت است. اولین بار شورای مشورتی در سر تا سر افغانستان اولین بار در شهر شارکار رو اندازی شد که ما شورای مشورتی رو به خود داریم. تمام امور ما تحت نظر مردم محترم شهر شارکار پیش میره، یعنی هیچ کار ما بدل خود نمی کنیم، هم حرکتشان مشوره می کنیم و یک شورای خوشبختانه موفق و دست بلند به خود دارن. کمیته جندر جوانان است و همچنان ما یک نشریه رو به خود داریم که همواره از کارکرد شاروالی هموطنان عزیز در جریان میگذاریم تا باشه که همه ابهاماتی که پیش مردم ما سمو رفع شده باشه. و روزی که آمدیم همه امورات شاروالی توسط قلم پیش میره با حرمتی که با قلم داریم، اما حالا گفتیم که تمام نشتار خاکه بکنن، ولی بالای میده هر مدیر مال یک کامپیوتر هست. خوشبختانه سیستم کاری شاروالی مدیریت برقی شده، آدرس های الکترونیکی داریم که میتونن هموطنان عزیز
از او آدرس ها استفاده بکنم. و همچنان آقای صدیقی با اجازه یک تماس پاسخ میتیم و ادامه صحبت شما هم میپردازیم. تماس پشت خط داریم، بفرمایید. بله، سلام علیکم. ایرج از هرات روی خط با ما هستن، بفرمایید ایرج عزیز. ببینیم از شاهوالی ایرات، از شاهوالی پروان درخواست ما اینه که صدا شما را داریم ایرج عزیز، ادامه بدین صحبتاتون. فکر میکنم ایرج صدای ما را از طریق تلویزیون تون دارین، خواهشان از طریق تلفن تون داشته باشه. آیا هماهنگی دارم درباره شهرداری ولایت ها کسی ولی در کل ولایت ها، یعنی هماهنگی با شهرداری های دیگه دارم؟ ممنونتان ایرج عزیز، ممنون از این که دیدگاهتان با ما در میون گذاشتین. بیننده های عزیز، موضوع امروز برنامه را اختصاص دادیم به کارکرد شهرداری ولایت پروان. مهمان امروز برنامه ما آقای خواجه روح الله صدیقی، شهردار ولایت پروان، اینجا در برنامه حضور پیدا کردن. شما هم اگر از باشنده های ولایت پروان هستین و از مشکلات برخوردار هستین، امروز این فرصت برای شما شکل گرفته، میتونین زنگ بزنین و تمامی دیدگاه ها و پرسش هایتون با شهردار ولایت پروان در میون بگذارین. راه های ارتباطی که شما را در بگونه مستقیم در برنامه وصل میکنه 0791-300-654 و 655. نشانی ما در فیسبوک هم /vantv_morning-magazine و یا مجله نوی صبح نوشته، آنجا میتونید پای پست مرتبط به همین موضوع ما دیدگاهتان با ما در میون بگذارید. 10 دقیقه اخیر برنامه اختصاص میافه به عوده بیننده هایی که از طریق فیسبوک با ما دیدگاهشان در میون گذاشتم. آقای صدیقی، میخوایم به ادامه صحبتتان و پرسش برادر ما ایرج از هرات تماس گرفته بودن بپردازیم. من تشکر میکنم از ایرج گرامی از ولایت باستانی هرات تماس گرفتن. بدون شک برادر محترم، خوشبختانه تکنولوژی یا عصر امروز عصر ارتباطات است، کاملا یک ارتباطات عام تام. شاروالی ها خوشبختانه از اثر سعی تلاش مهنت شاروالی ها به میان آمده و ما چند روز قبل، تقریبا 5 روز قبل از امروز، یک سیر مطالعاتی، خوشبختانه اولین سیر مطالعاتی است که در بین الولایتی در قندار ما رفتیم. از 33 ولایت همگی اونجا رفته بودن، از دستاوردها، کارهایشان، چالشها، آنچه که اونا دستاورد داشتن یا نمایی که در شهر محترم قندار بود خوشبختانه رفتیم. 2 تا فایده ما اونجا کردیم. یکی که کارکردهای اداری محترم شاروالی را دیدیم و برخوردی که مردم محترم هرات داشتن، چون من رفته بودم، یک روابط عاطفی هم پیدا شد، خوشبختانه یک تصور مثبت هم پیش ما بیشتر تر شد. و از تمام امورات، نه تنها کارکرد شاروالی، بلکه از بیشار ادارات ما اونجا یک بار رفتیم و دیدن کردیم، یک هماهنگی خوشبختانه عام تام وجود داره. الحمدلله شاروالایی که فعلا آمدن، منعیس دوست، منعیس رفیق، منعیس برادر، همگی متحد است و به خاطر انکشاف و ترقی کشور عزیز. آقای صدیقی، یک تماس پاسخ میتیم. بیننده ما از چاریکار روی خط با ما هستن، بفرمایید. بله، سلام علیکم، روز بخیر. سلام، احترام تقدیم میکنم خدمت مهمان شما. ممنون تان برادر عزیز. من یک سوال داشت، مربوط یک پیشنهاد میشه به شاروال سید محترم. مسیر چوک عمومی الا چوک میرحمان پیادروش خیلی عرضش کم است، خودم شخصا دمی رو عبور میکنم، میشه بعضا میشه که پیادرو اصلا نیست که انسان بره جرها چه مجبور هستیم روی سرک بریم، که باعث مشکلات زیاده میشه. توجه شاروال سید محترم هستم، میخوام چون یک مشکل جدی بود خواستم مطرح کنم. تشکر است. ممنونتان. بیننده های عزیز، شما اگر از باشنده های ولایت پروان هستین و همانند همین بیننده ما پیشنهادات و یا پرسش های دارین، امروز این فرصت برای شما شکل گرفته، میتونین زنگ بزنین و پرسش ها و دیدگاهتون با ما در میون بگذارین. شماره تماس شما رو به گونه مستقیم در برنامه وصل میکنه 0791-300-654 و 655. نشانی ما در فیسبوک هم /vantv_morning-magazine و یا مجله نوی صبح نوشته، آنجا میتونین پای پست مرتبط به همین موضوع ما دیدگاهتون با ما در میون بگذارین. آقای صدیقی، میخوایم به پرسش برادر ما بپردازین. برادر ما از چارکار تماس گرفتن، گپ بسیار خوب اشاره کردن، ولی متاسفانه بگویم البته که 21 متر ریاست محترمش، وزارت محترم شهرسازی نقشه را اونا برای ما میتن و ما تطبیقش در ساحه میکنیم که 21 متر عرضش است. بله، از جمله جادایی است که پیاده روش خورد است و اما ناگزیر ما بودیم که مطابق نقشه کار خود پیش ببریم. چیزی که بسیار برای ما مهم است، انشاءالله و رحمان که در امسال و سال آینده تمام شهر چارکار قیریزی میشه، من فکر میکنم بیشترین فشار از جاده کم میشه. همچنان جاده را ما، چون جاده قبلا به نام ولایت مسما بود، چون مهد آبایی ما معظم علیه رحمه
در خود سیاران اولیاس مقابل ولایت ما میجاده را به نام امام اعظم علیه رحمه مسما کردیم. ممنونتان، امیدوارستم که بیننده ما پاسخ شانه گرفته باشن. جاوید از پروان روی خط با ما هستن، با فرماین جاوید جان. علیکم سلام جاوید عزیز، بفرمایید پرسش و یا دیدگاهی اگر داریم. جان دارم تا شما خوب است، شما بخیر. ممنونتان، صبح شما هم بخیر. جاوید عزیز کمی بلندتر صحبت کنید تا ما بتونیم صدا شما رو به گونه‌ای درست داشته باشیم. بفرمایید. کارای شما خوب است، سلامت. ممنونتان، سلامت باشین. جاوید عزیز بفرمایید. شما وقت محترمی بود در عرصه پیاده رو بسیار زیاد میشه کاری و پیشوی این وضعی دکاندارا بند میشه. اگر کدام تفتیش یا ممنون تان جاوید عزیز، پرسش دیگر اگر ندارین پرسش شما یادداشت شد. آقای صدیقی در مورد حرفای خودشان نمی داشتن باشن. ممنون تان. و پرسش برادر ما که باز هم از پیاده رو ها و دهن مارکت ها و دکان ها شکایت داشتن، خب. میخواییم بپردازن. ما فکر میکنم که یک معضله عمومی در شهرهای ماست. در شهر چارکار، شهر 65 سال قبل از امروز از بیشتر در سیمای شهر و در عریض شدن شهر اطور یک کار جدی که لازم می بود نشده به شکل قدیمی باقی است و امروز در شهر چارکار ما 15 صد دست فروش و طواف داریم. بدون شک که اندازگیری که ما کردیم ساکین شهر چارکار 150 هزار نفر است، به هر کدامی در داخل شهر چارکار 3 متر مربع جایی می رسه، ولی با کمال تاسف که یک متر دو متر مربی ایرم امی تواف و دست فروش گرفته، یک مقدار دوکاندار هم شما برنامه دارین که اینا رو به یک موقعیت درست انتقال بتین و تا بتانن کار و بارشان به گونه درست بپیش ببرن؟ خب نظم دادنش ما به یک تعدادشان غرفه ها را تنظیم کردیم در جاهای مناسب، ولی بس شکل عمومی که باید حل شد و این معضلی است که در تمام افغانستان است یگانه رای حل داریم که ما شهر چارکار را باید عریض بسازیم و پروژه های اصلاحی را در شهر چارکار و تعدیلات به میان داریم که خوشبختانه سرش کار داریم و یک پلان 5 ساله به شهر چارکار جور کردیم که یک سال سفری شده. آقای صدیقی اگر موافق باشین یک تماس پاسخ میدیم به پلان های شما هم میپردازیم. پرویز از پروان روی خط با ما هستن، بفرمایید آقای پرویز. پرویز عزیز تماس شما برقرار شده، بفرمایید پرسشتن. تماس پرویز قطع شده. موضوع امروز برنامه را اختصاص دادیم به کارکرد شهرداری ولایت پروان. شما بیننده هایی که باشنده پروان هستین و مشکلات دارین و یا همین که کارکرد شهرداری کابل را ارزیابی مثبت میکنین، امروز این فرصت برای شما شکل گرفته، میتونین زنگ بزنین. اگر دیدگاه موافق و از کارکرد شهرداری پروان رضایت دارین، دیدگاهتون با ما در میون بگذارین. اگر پرسش و یا دیدگاه دارین، باز هم امروز این فرصت برای شما شکل گرفته، میتونین زنگ بزنین و دیدگاه گایتان با ما در میان میکنین. تماس پشت خط داریم، بفرمایید. سلام علیکم وحید عزیز، سلام به شما، بفرمایید پرسش و یا دیدگاهتان. من میخواستم چیز از بخاطر امی آب از شهردار تاید پرسان کنم که می آب ما در امی سرک چیز بدره هستیم تقریبا این یک ماشد از تمام چیز ولایت پروان آب داره، مگر ما این یک ماشد که او ما نامدن بسته می ساحه و می خاطر می خواستیم که می مشکل ما را حل کنند. وحید عزیز، منظورتان از کدام سرک چل متره است؟ اگر یک اندازه رو شنیم. سرک چل متره است امی طرف اوتل ستاره پروان می فهمند. ممنون تان وحید جان، ممنون از این که پرسشتان با ما در میون گذاشتین. جناب صدیقی در مورد هم وضاحت میدهند، بفرمایید آقای صدیقی صحبت های برادر ما شمیده. خب وظیفه آبرسانی است، ولی معلوماتی که به شما شریک بسازیم چون شهروالی در هم عباد و امور شهری مسئول است. خوشبختانه 32 کیلومتر از کوکلامی سالنگ آب انتقال میفه به شهر چارکار که الحمدلله 35-40% کارش تکمیل شده. خدا مهربان است، تا سال آینده به شکل دوامدار مشکل شهر چارکار حل میشه. همزمان ما درگیر کمابی هستیم در شهر چارکار، از آل نه از قدیم و از منابع خود پروان استفاده نشده. حالا از سرکیچه سالنگ کوکلامی یک آب انتقال داده شده که نه در گرما نه در سردما بالاخره او آب کم نمیشه. انشاءالله که به 25 هزار خانه در نظر گرفته شده، به هر فردی که در خانه زندگی میکنه 15 لیتر آب در 24 ساعت در نظر گرفته شده. انشاءالله رحمان که عملا کار جریان داره و همین هموطن عزیز ما میبینه که در مجاهده شهید احمد شاه مسعود
یا اینا که سرک چلمتره گفتن عملا کار جریان داره. انشاءالله این مشکلشان تا سال آینده به شکل اساسی حل میشه. ممنون. یک تماس پاسخ میتیم. احمد از پروان روی خط با ما هستن. بفرمایید آقای احمد. السلام علیکم. صبح شما بخیر. علیکم سلام. برادر عزیز بفرمایید پرسش و یا دیدگاهی اگر دارین. دیدگاه ما می که خیر بنش شهرداش خدمت میکنه زحمت خودم میکشه در پلو ازی بعضی مشکلاتی هست که بعض جای خلاف قانون غصب کردین برای خود ساختین نمی مسائل روشن بسازن به پیش اکثریت پروانی های سوال برانگیزه. دیگه پرسش اگر ندارین برادر پرسش شما یاد داشتت ممنونتان. ممنونتان برادر احمد عزیز از پروان تماس گرفته بودن و از غصب زمین شکایت داشتن. میخوایم حرفای شما رو داشته باشیم. بازم غصب زمین مسئله است که در تمام افغانستان حتی خود پایتخت هم درگیر در چنین مسئله است. شهر چارکار هم بدور از این قضیه نمانده. امروز در شمال چارکار بیشتر زمین ها مورد دست درازی اشخاص و افراد قرار گرفته و همچنان در جنوب شهر چارکار بیشتر کدام زمین ها یا از دولت و یا هم از دولت. مردم عام یک مقدار از مردم 30% اگر از مردم است 70% زمین های دولت ها. این ادامه داشته تقریبا عمر غصب 25 سال میشه در افغانستان جریان داره و هستند کسایی که در خود محل و ما که تا جایی فکر میکنم اداراتی که در خود محل هم فعالیت داره تواناییش نداره که جلو از اینا را بگره. چون یعنی شما دولت در ناتوانی این موازل فقط نهادایی که مسئول از پشت کار نمیگردن. من منعیس شاروال 145 مکتوب در دوره کاری خودم به ادارات زیده خل دادیم که جلو غاصب گرفته شد. تمام انکشافات در روی زمین میشه. امروز آیا غاصبینی که غصب کردن اون زمینه ها رو هم مشخص است و شما میتونین بشناسین شناسایی کنین نشانه؟ خب به یک کمیسیون یک کمیته تعیین شده بود تمام اسمایشان گرفته شده و عملا در سر میز هر نهادی که مسئول است ماندگی است تا ای که ما بگویم ولی فایده نکنه یک درد سر دیگه هم ایجاد شوه. ما پیشنهاد میکنم که به عملا تمام هموطنان عزیز ما خوشبختانه رئیس جمهور یک سارنوالی اختصاصی در این مسئله جدید گرفته این موضوع را. ما هم از جمله ولایات و شهرداری هایی هستیم که شاکستیم در این مورد. در شهر پروان تقریبا در شهر چارکار و ولایت پروان بالاتر از 3000 جریب زمین اشخاص و افرادی هست که غصب کردن و عملا کلگی میشناسدشان و یک مشکلی است که اداره اراضی کمتر علاقمند است که املاک انتقال بده به شاروالی ها تا شاروالی ها به یک فکر دقیق هم برای شهدایی که در اردو پلیس و امنیت ملی شهید شدند برای از اینا توضیح کنه. تقریبا در 16 سال گذشته از ولایت پروان 1900 الا 2000 نفر شهید شده. همواره فامیل ازی به ما مراجعه میکنه ولی غاصب چون دولت هم روند انتقال کند است و اینا دست یافتن زمینا را غصب کردن و مردم ناچار است از اینا میرن خریداری میکنن. آقای صدیقی یک میان برنامه کوتاه میگیریم با بحث غصب زمین هم بیشتر میپردازیم. فعلا هم میان برنامه کوتاه میگیریم. برنامه مجله صبح را بیننده باشن. سلام مجدد بیننده ادامه برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستین. موضوع امروز برنامه را مختصاص دادیم به کارکرد شهرداری ولایت پروان. شما بیننده هایی که در ولایت پروان زندگی میکنین با چه چالش هایی مواجه هستین و کارکرد شهرداری ولایت پروان را چگونه ارزیابی میکنین؟ امروز این فرصت برای شما شکل گرفته. میتونین زنگ بزنین تمامی دیدگاه ها و پرسش هایتون را به گونه زنده با مهمان امروز برنامه ما در میان بگذارین. راه های ارتباطی که شما را به گونه مستقیم در برنامه وصل میکنه تا دیدگاهتون با ما در میان بگذارین 0791-300-654 و 655. نشانی ما در فیسبوک هم /vantv_morning-magazine و یه مجله نوی صبح نوشته و پای پست مرتبط به همین موضوع ما میتونین دیدگاهتون با ما در میان بگذارین. 10 دقیقه اخیر برنامه اولویت داده میشه با اول بیننده هایی که از طریق فیسبوک با ما دیدگاهشان در میان گذاشتن. دوست دارم که شما سهم خود را داشته باشین و مشکلاتتان در این برنامه از ولایت پروان حکایت هایی داشته باشین که از چه مشکلات برخوردار هستین و کارکرد شهرداری کابل را چگونه ارزیابی میکنین. آقای عابد میخوایم از شما بپرسم که آیا بودجه ای که در اختیار شما از طرف حکومت مرکزی قرار داده میشه کافی هست و آیا برای برنامه هایی که شما در شروع سال پلان میکنین انجام بتین بسنده هست و یا خیر؟
در حقیقت شهروالی ها مطابق قانون تصدی هستند، تمام بودجهشان خودشان پیدا میکنند و دوباره به متساکنین شهر عرضه خدمات میکنند. یکان پول تشویقی از طرف دولت مرکزی هم داده شده. خوشبختانه سال گذشته ما زمانی که من شهروال بودم شدم، عاید ثابت شهروالی 3 میلیون افغانی بود. خوشبختانه سال گذشته ما 43 میلیون عاید کردیم و بنابرای که عاید ما بیشترتر شد، رئیس حیب جمهور هم 23 میلیون افغانی برای ما کمک کردند و ما او را خواستیم که یک تالار 100 نفری جور بکنیم، میمان خانواد و تفریگای گلغندی که همه هموطنان عزیز ما بین از استفاده بکنند. یک خوشی است که صلاحیت های شهروالی ها را رئیس حیب جمهور محمد اشرف غنی بلند برده. مثلا در گذشته ما 75,000 افغانی هم دادی هم در انکشافی صلاحیت داشتیم و امروزه 5 میلیون افغانی در بخش انکشافی صلاحیت ما را داده، 1 میلیون هم در بخش عادی که من ازشان سپاسگزاری میکنم که قدری است که مردم کردند. البته شهروالی ها، امروز من شهروال هستم، فردا نیستم، اما یک کار بسیار احسن کردن که ازشان تقدیر میکنم. چیز دیگه ای است که بیشتر ما منظوری روان میکنیم به مرکز بودجه ما را، یک مقدار اینجا تال میخورد، دو ماه سه ماه الا چهار ماه را اینجا زمان گیرد، دوباره پس که ما تا ما آمادگی میگیریم یک مقدار ظرفیت ها هم در شهروالی ها مشکل داره. مثلا شهروالی شهر چارکار ولایت پروان رتب نشده، مامورین ما از 5,000 افغانی ماش بالا نمیگیرند، بنابراین یک مقدار سر ظرفیت ها هم مشکل است. تا که ما نقشه و برنامه خود جور میکنیم، من مطمئن به هستم که 70% 80% ما برنامه و پلانایی که بنا به مشوره مردم ما داریم تحقق میبخشیم در بخش انکشافی و عرضه خدمات. جناب صدیقی، نمای شهر چارکار همون دیزاین اولی خودش داره. مردم شکایت دارن که چرا برای احیای مجدد و یا طرح و دیزاین تازه این نما کار انجام نمیگیره؟ خب دو تا مسئله اینجا است، یکی مسئولیت های شهروالی، یکی فواید عامه. از داخل شهر چارکار فواید عامه باید که سرکشه بباره، یعنی دو سرکه یا خط لین دو. بنان ما طرحی که داشتیم که رئیس صاحب جمهور هم شریک ساختیم، خوشبختانه پذیرفتن که وزیر صاحب شهرسازی هم که زمانی که سرک در داخل شهر چارکار تطبیق میشه، در قسمت پایینیش دو طرفه از رهایشی تعدیل شده به تجارتی، یک نمای خوب هم میگره. همون روزی که نمره رهایشی توزیع شده، یک چند تا دوکانه قدیمی و وطنی جور شده و به مو حالت باقی است. کل فکر ما همی است، همیال عملا کار داریم در وزارت شهرسازی. سه ماه پیش سر از این قضیه کار کردیم که ریاست محترم شهرسازی پروان یک سهم فعال در پالی ما داشتند، مقام ولایت، شورای ولایتی، سر از یک دید عمومی را جمع کردیم، تجدید پلان استراتژی شهر چارکار ما روی دست گرفتیم که سه ماه شده بالای از این کار داریم. انشالله که تا یک ماه دیگه نهایی میشه و یا ما پلان استراتژی را گرفته اینجا خاطر آمدیم و یا به هموطنان عزیز از نزدیک نشان دادیم، یک تغییر کلی تا چهار سال آینده انشالله که در شهر پروان، شهر چارکار ولایت پروان شما شاهد خواهد بود. جناب صدیقی، همکاری مردم با شما چگونه است؟ تا چه حد با شما همکاری دارن و چه چالش های فراراه کار شما وجود داره؟ دو تا گپ بازم اینجا است. یکی است که شهروالی هم موفقی های خود و معایب و مشکلات خود داره، مردم همچنان. میزان همکاری مردم خوشبختانه از گذشته تا فعلا قوی تر شده. مثلا از امی عواید ما معلوم میشه میزان نارضایتی مردم خوشبختانه کم است. سروی که ما در شهر چارکار انجام دادیم، از 10 نفر 6 الی 7 نفرش از کارکرد شهروالی راضی به نظر میرسه، 3 نفرش ناراضی به نظر میرسه. بنان کارهای شهروالی به شکل نرمال پیش رفته روان است، توکل ما به خدا. چیزی که بسیار برای ما ضرور است که خودتان مشکل گفته، مشکل اما به مردم خود داریم و هم به ادارات دولتی. همیال ادارات دولتی بالاتر از 100 میلیون باقی دار هستند، از قیمت زمین، صفایی، تکس صفایی و همچنان خود مردم ما هم. دیر زمانی شده که شهروالی هم پشتی مسئله بیشتر توجه نکرده و خود مردم هم همون فرهنگ شهرنشینی که قبلا وجود داشت، یعنی قبل از جنگ، اما یک مقدار ضعیف شده در محیط محل. یعنی صدقی با فرهنگ شهرنشینی بیشتر میپردیم. یک تماس پاسخ میتیم. خالد از پروان روی خط با ما هستن. بفرمایین خالد عزیز. بله سلام. علیکم سلام. خالد بزرگوار، بفرمایین پرسش و یا دیدگاهتون. بعد از ولایت پروان در این اشتار واسه همین قایش هزارم کمیجه ببانم.
ادامه بتین صحبتتون خالد عزیز، مصادر شما را دارم. دو دار خانه سنجا پیش روی دکان، پیش روی خانه شان دکان جور کردن، یا پوست در پوست پوست نه همینجا تانه کنن در پیش روی خانه مردم بوی هست همینجا هر قم تصابتی را من نازم اینجا مردم از این کچه هست تیر بیش را نمیتان از خاطر بوی چیز از زمان من شهر را سنجا میخواه شدن که بیا اینجا را از همیا را بگنن که از سال در اینجا در روز دو تا زیت هم ریز میشد. خالد عزیز، برای که به مشکلتان به گونه درست رسیدگی شود میشم و موقعیتان مشخصا یادآوری کنین. اینجا پشت سرای گفتان رو از پست فروشی هستن در پیش روی خانه شان. پشت سرای ما هم به درستی نتونستم عقب سرای حاجی گفتان درست است. بسیار خوب، ان شاء الله. گفتم بعد اینجا دو تا خانه است، دو تا دکان پیش روی خانه شان جو پست در. ممنونتون خالد عزیز، پرسش شما یادداشت شد. ممنون از اینکه پرسشتان با ما در میون گذاشتین. جناب صدیقی در مورد حرفای خودشان نمی داشته باشن. موضوع امروز برنامه را اختصاص دادیم به کارکرد شهرداری ولایت پروان. شما هم اگر در ولایت پروان زندگی میکنین و از چالش های برخوردار هستین، امروز این فرصت برای شما شکل گرفته، میتونین زنگ بزنین و دیدگاه و پرسشاتان با ما در میون بگذارین. راه های ارتباطی که شما را به گونه مستقیم در برنامه وصل میکنه 0791 300 654 و 655. نشانی ما در فیسبوک هم /vantv morning magazine و یا مجله نوی صبح نوشته، آنجا میتونید پای پست مرتبط به همین موضوع ما دیدگاهتان با ما در میون بگذارین. هنگامی که تماس میگیرین از پای تلویزیون هایتان فاصله بگیرین و یک موقعیت درست اختیار کنین تا ما بتونیم صدای شما رو به گونه درست داشته باشیم. جناب صدیقی، میخوایم در رابطه با پرسش خالد عزیز که از پروان تماس گرفته بودن بپردازیم. اینا برادر ما از یک دو دکان شکایت داشتن، بخیر من که پروان رفتم بیان هر جایی بود من چالا این مشکل از نزدیک حل میکنم. اما بعض مشکلات فقط در یک منطقه نیست، اما فراگیر است. ما کامنت هایی داشتیم که اکثرا از وضعیت درست پروان شکایت دارن و میگن که آنچنانی که باید خدمات انجام بتین در عرصه پاکاری این ولایت انجام نداده. نخیر جناب صدیق، من فکر میکنم تا جایی که توان ما بوده تلاش کردیم، وجدان ایمانن ما تلاش خود میکنیم، چیزی که از توان ما است. البته یک چیزی که ناگفته نباید گذاشت، پرسنل تنظیف شهروالی شهرکار 40 نفر است، 7 تایی هم دریور است، 150,000 نفر در شهر شهرکار زندگی میکنه. اگر خود ما همکار نشیم به شهروالی، مطمئن باشه که شهروالی ایرات هم اگر بیایی که تو ما همکار شوه از کابل هم ما نمیتونیم مشکل شهرکار رفع بکنیم. در تمام شهرها هر شهروند مکلف است. این کسی که گفت رئیس جمهور زباله را روی اویلی را پاک میکنه و در کوچه مندازه، این شهروند گفتن میشه. ضروری است که خود ما شهروال باشیم، خود ما مسئولیت شهروالی را حس بکنیم. اگر ما یک کارمند امنیت نباشیم، امنیت هم تقاضا نکنیم. بیشتر میرسه شهروالی ها، ما که فکر میکنم 50-50 است، 50% مسئولیت مردم است، 50% مسئولیت شهروالی. چیزی که بسیار مهم است که شهرها جنگ شد، مردمی که از قبل در شهر بودن اونا تمام مسائل شهروندی را میفهمیدن، با فرهنگ شهرنشینی آشنا بودن و امروزا در پایتخت و در تمام شهرهای ما که نفوس رو به افزایش است، با حفظ احترامی که ما دارم، یک تعداد که از محلات میان و اینا به فرهنگ شهرنشینی بلد نیستن و بیشتر چالش ها و مشکل ها از اینمی ناحیه نصیب شهرها شده. ممنونتان. یک تماس پاسخ میتیم. کریم از پروان روی خط با ما هستن، بفرمایید. جناب کریم سلام علیکم، صبحتون بخیر. صبح شما همچنان بخیر، بفرمایید پرسش و یا دیدگاهی اگر داره. من از پارچه هشت ولد پروان به تماس شدم. امین پارچه هشت ولد پروان کوچه بمی کوچه جای کام نکسیده و پختکاریش هم مانده، یعنی میرد از شباس کریم عزیز، ما به درستی نفهمیدم منظورتان از کدام منطقه است؟ مفهمید. ممنونتان. پارچه هشت ولد پروان. ممنونتان جناب کریم عزیز که پرسشتان با ما در میون گذاشتین. اگر پرسش دیگر ندارین، جناب صدیقی در مورد حرفای خودشان می داشته باشن. ممنونتان. آقای صدیقی، میخوایم به پرسش برادر ما کریم بپردازیم. کریم برادر، یک مقدار دسای شما جوچکشی شده، سروی قیر شده، خدا بخوای از پارچه شش شهری ما قیریزی را شروع کردیم. انشالله و رحمان بعد از ختم یا تکمیل پارچه شش شهری همزمان بخیر کار شما از دسایی پارچه هشت شهری شروع میشه. ای البته در ناحیه چهارم شهر چهارکار است، خدمتتان وضاحت بتم. انشالله و رحمان که سروی شده و کی صاحب در جریان است،
خدا بخواهد سال آینده عملا کار شما شروع خواهد شد. جناب صدیقی، شما از فرهنگ شهرنشینی اشاره داشتین، چه برنامه هایی داشتین که سطح آگاهی مردم در عرصه فرهنگ شهرنشینی بلند بره؟ قبل از این که به این پرسش بپردون، یک تماس پاسخ میتیم. عزیز الله از پروان روی خط با ما هستن، بفرمایین. سلام علیکم. علیکم سلام عزیز الله عزیز، بفرمایین پرسشتون. تشکر زنده باشین. پرسش معنی است که در مجموع خدم شهر پروان هیچگاه تغییرات نامده و متاسفانه تعمی جاده لیسه نامان در مجموع از وقتی که همی شهرداری تاسیس شده بنام در هیچگاه تغییرات نامده و از این وقت که زمستان شروع میشه و همی جویت هایی که جریان داره در این مسیر، اینها انقدر آزیده است که حتی مردم هر گشت گذار بمیره نفرت میکنند. عزیز، ما از خودت میپرسم که انتظار داری چه تغییرات باید وارد شود و چه تغییرات باید بیاید که امروز پیشنهاداتان ما میشنویم و جناب صدیقی هم میشنون. از اینکه یکی خواه امی که انقدر دمی جاده بیره بار هست امی کراچی و نور و دیگر کفایی که اونجا دستروشی میکنن، ولی هیچ اونقدر مشکل نیست که مشکل ایجاد بکنن، ولی کنفر اینمی جویت هایی که بینمی مسیر روان است همه قدر آلیده است که حتی مردم از گشت و گذار بینمی مسیر نفرت می رفته باشد. بنابراین از شهروال سجی خواهش ما می کنیم که بینمی این مدتی که شهر مفنی های زمستان هست حد داخل اینمی را زیر نظر می گرم و از چیز روی شکار داشته باشم. جناب عزیز، من شما رو با جناب صدیقی وصل میکنم، پرسش از شما دارن، بفرمایید آقای صدیقی. برادر محترم، خیر ببینی، بسیار یک نکته اگر متوجه شده باشی، مدت 5 ماه پیش در شمال امو سرک یا جاده اول ما جریان دادیم. جناب صدیقی، اگر پرسش ازشان ندارین تماسشان خط میکنیم، ادامه صحبتشان میتونن از طریق برنامه بیننده باشن. بفرمایید جناب صدیقی. جاده لیسه نعمان، البته خودم جاده لیسه نعمان خانه‌ای که در اطراف از این است، اسنادی که به شما 850 سال قدامت داره و شهر چهارکار امیر میگن، شهر قدیمه را و تغییر از این نقشه منظوریش گرفتیم. سر یک طرح تطبیقیش عملا در وزارت محترم شهرسازی کار داریم، تقریبا 10 میلیون دلار به او ضرورت است که رئیس صاحب جمهور با ما وعده کرده سر طرحش کار داریم. البته یک طرح جامعه تر ضرورت داره که 120 متر شمال 120 متر جنوب از شامل پلان ساختیم و اینا هموطن ما در جریان هستند که پل میرالم خان میگن 110 متر راست 110 متر چپش ما عملا کانکریت شده خوشبختانه. چیز دیگه که از جوچه ها نام بردن، برادر ما فکر میکنم در شب روز طرف جوچه ها نرفتن، او جریان داره، یک آب ما جریان دادیم و پاکاری هم هر شب صورت میگره. ما فکر میکنم که در دو جوچه یک موتر هم زباله نخواد بیافند. چرا؟ که آب جریان پیدا کرده. شاید چند روز پیش یا یک ماه پیش یا هموطن ما اوجه باشه، اینه میره با دقیق نفهم بیدم که ممنونتون. اگر در شب روز باشه هر دو طرف یعنی جوچیش انشاءالله و رحمان یک تماس پاسخ میدیم و ادامه صحبت شما رو میداشته باشیم. حامد از پروان روی خط با ما هستن، بفرمایین حامد. السلام علیکم. علیکم سلام حامد عزیز، بفرمایین پرسش و یا دیدگاهی اگر دارین. ما در شهروات پرکار میگرم به این پارچه شهر شهرمی سرکی از پیشوی خانه والی سایب الا لیسی صادقی. بسیار خوب. امی بیادر بس چندی سال کل سرک ها جور شد، امی سرک چرا جور نمیشه؟ امی شهروات رو بمی یک روشنی به ما بندازد. ممنونتون حامد عزیز. اگر پرسش دیگر ندارین، پرسش شما یادداشت شد، آقای صدیقی در ما رو در فایشان هم میداشته باشن. ممنونتون برادر محترم حامد عزیز. کار همزمان در هر جای شروع نمیشه. ما خوشبختانه در طول 3 سال گذشته 7 کیلومتر قیر شروع کردیم، یعنی 6 کیلومترش تکمیل شده. فکر میکنم که 2 کیلومتر دیگه شم عملا دمی پارچه ششه که برادر ما زندگی میکنه، عملا کار جریان داره، ولی قسمت به قسمت پایش میریم. انشاءالله که امسال و سال آینده مشکل پارچه ششم شهری که در ناحیه سیوم شهر چهارکارات به خیر حل میشه، سروی شده، دیزاین شده، بودیجش هم منظور شده. فکر میکنم که کارش به خاطر سردی هوا باقی خواهد ماند، اما 2 کیلومتر عملا در سایه از اینها کار جریان داره، قیریزی که خودشان هم شاهد است. یک تماس پاسخ یعنی یک امی یک جاده فرعی است که اینا سوال کردن، بخیر کار از وام شروع میشه. ممنونتون. یک تماس پاسخ میدیم. پرویز از پروان روی خط با ما هستن، بفرمایید پرویز. سلام علیکم. سلام خدمت شما و شهروندان. ممنون تان برادر، بفرمایید. اگه از اینکه شهروال پر از جمله شهروال های
موفق به خط افغانستان شدن یاد به خودشون و بعدون فرمات تذکر میگیم ممنون. که در داخل شهر چارگاه چیزی گفته نداریم، این شهر چارگاه در شهر خورده یه خود چارگاه تا دیگه که کس نمیتونه به کلام بکنه چون سایش شهر خورده است. یک دو پیشنهاد داشتم بشما مونسه بفرمایی. یکی که از این جاده گرغندی، جاده از یک تپه گرغندی، یک تپه است که همه مردم افغانستان از یه دیدن میکنن، یک سرک بسیار خرد داره که یک از یک طرف مردم میره و دوباره وقتی که بازگشت میکنه مدارا بند میشه، یک جاده القلی شده. بسیار خوب. یک جاده القلی و دو نگه همین سرک شلمتده که در بین شهر شاکار عبور کرده این نمی اگه شهر مردم از جنجالش کم میشه و یک انتقاد هم داشتم. بسیار خوب بفرمایید. انتقاد هم است که شهروالی یک بخش تخنیکی است، یک جایی است که در ما از خود شهرواز تو گله نمیکنیم چون شهرواز تو بردم از تکی از میکنم آدم کار کنم، ولی در کنارشان کسا هستن که باید در کنارشان انجینیر ها باشن، نه این که مثلا یک فارماسیست مشاورشان رو کمیاله، یعنی خودش یک ممنون تان پریویز عزیز، ممنون از این که دیدگاه تان با ما در میون گذاشتن. بحث این که چه کسانی در کنارشان هست خودشان بیشتر میپردازن، ممنون از این که دیدگاه تان با ما در میون گذاشتن و پرسش برادر ما بپردازن و این که اتهامی بر شما وارد کرد. یک سرک حلقوی در تفریگاه گلغندی که تعلق به همه مردم افغانستان داره، سرک حلقویش هم بخیر سروی شده، شامل 32 کیلومتر قیر است که آغازش گفتم از پارچه شهر شده، بخیر و هم میشه، یعنی همه در تدارکات ملی تحت ارزیابی قرار داره که کمیته محترم تدارکات ملی هم در سطح افغانستان این موضوع را در جریان هستند. گپ دیگه ای که سرک 40 متری خود سرک 40 متره و تعلق به وزارت محترم فواید عامه و ریاست محترم فواید عامه است، اونا هم کارایشان را تکمیل کردن. من هم میفهمم که با کدام دلیل کارشان عقب ماند، ورنه او جاده تعلق داره. پیگیری هم نکردن شما با عنوان کسی که شکایت ها برای شما میرسن؟ ما خودم شکایت دارم از او جاده، تلاش خود کردیم، حتی یک انفجاری که دمی آخر در شهر چارکار شد، والی سای ولایت پروان به معین فواید عامه زنگ زد در حضور داشت ما که شما میخواهی که شهر چارکار ولایت پروان آتش بگیره، به دلیل از اینکه امی اسنادا بالای میز موین فواید عامه ماندگی است، فکر میکنم با کدام دلیل اونا معطل قرار دادن که این بیشتر از فواید عامه پرسان شو کار خوب خواهد بود. یک تماس با اجازه دادن پاسخ بدید ادامه صحبت شما رو میداشتم جناب صدیقی. تماس پشت خط داریم، بفرمایید. تماس بیننده ما فکر میکنم قطع شده. موضوع امروز برنامه را اختصاص دادیم به کارکرد شهرداری ولایت پروان. شما هم اگر از باشنده های پروان هستین، امروز این فرصت برای شما شکل گرفته. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم، دوست داریم دیدگاه شما را بیشتر در این برنامه داشته باشیم و شما سهمتان را در این برنامه داشته باشین. راه های ارتباطی ما که شما را به گونه مستقیم در برنامه وصل میکنه 0791 366 54 و 655. نشانی ما در فیسبوک هم /fun tv morning magazine و یا مجله نوی صبح نوشته، آنجا میتونین پای پست مرتبط به همین موضوع ما دیدگاهتان با ما در میان بگذارین. فکر میکنم تماس پشت خط داریم، بفرمایید. تماس دوست ما قطع شده، ادامه صحبت تا نمیداشته باشیم. آقای برادر ما یک چی داشتن که چرا مشاورین تان افراد مسلکی نیست؟ ما 121 تا کارمند داریم، یک تا فارماسیست، البته از ما دوست ما هم هست و مدیر حکومتداری شهری است، در شهر والی شهر چارکار فعالیت دارند. من فکر میکنم که به همه موضوعات به حرمت احترام دارم، حتی همین برادرم هم کدام دیدگاه مثبت که ما شریک بکنم ما رد نمیکنیم. الحمدلله مشاور ما همه ساکنین محترم شهر چارکار ولایت پروان است، از خود تا بزرگ حق دارن مرا مشوره بدن. من فکر میکنم این موضوع را یک حق انسانی ماست که هر کی دیدگاه خوب داشته باشه از او استفاده بکنه. ممنون تان. یک تماس پاسخ میتیم. ملنگ از پروان روی خط با ما هستن، بفرمایید. تماس شما برقرار شده، آقای ملنگ بفرمایید. صدای من از طریق تلویزیونتان خواهشان نداشته باشین، از طریق تلفن تان داشته باشین، بفرمایید پرسشتان. سلام احترام و تعظیم میکنم همشیری عزیز، بخدمت شهروند پروان. ممنون تان برادر بزرگوار. تا هنگامی که صدای تلویزیون تان پایین نکنین ما نمیتونیم صدای شما رو بگونید درست داشته باشیم. ما ملنگ نافخان هستم، از شهروند تان یک سوال دارم. مرمش ناز شهروند تان. بسیار خوب بفرمایید. تماس
ملنگ متاسفانه ما نمیتونیم صداشون رو به گونه درست داشته باشیم. امید بیننده هایی که تماس میگیرن و صدا تلویزیونشان بلند میباشه، ما به همین شکل نمیتونیم تماسشان نداشته باشیم. ممنون از اینکه بازم زنگ زدن و امید بیننده هایی که میخواین تماس داشته باشن، هنگامی که تماس میگیرن از پای تلویزیون هایتان فاصله بگیرن و یا صدا تلویزیونتان رو پایین بیارین تا ما بتونیم صدا شما رو به گونه درست داشته باشیم. جناب صدیقی، از برنامه های آگاهی دهی تان برای بلند رفتن به فرهنگ شهرنشینی مردم میخواین بدانم که چه برنامه هایی روی دست داشتین؟ اولی که ما هر روب جمعی از مردم محترم ساکنین شهر چارکار در تالار شهروالی میتدبیم و همه امورات شهروالی را کتشان یک و یک شریک میسازیم. هر سوالی داشته باشند حق دارن از ما سوال بکنند، یعنی دست مردم ماندیم که در معلومات به شهروالی برسه. یک گپ دیگه است که در هر ماه یک روز در تلویزیون، یک روز در رادیو، ما در هر ماه البته در هر 15 روز یک بار در رسانه های صوتی و تصویری حاضر میشن با سوالات هموطنان عزیز پاسخ میدیم. هرچی که در توان ما بود حرکتشان شریک میسازیم. در پهلوی از این ما فصلنامه داریم، ماهنامه داریم، میره در اختیار مردم ما قرار میدیم. همچنان آدرس های برقی است که میتونن هموطنان عزیز فیسبوک هست، صفحه هست، میتونن که مستقیم در او نظریاتشان رو با ما شریک بسازن. بروشورا رو ما چاپ میکنیم، حشرهای عمومی رو ما برای انداختیم امسال چندین بار و همچنان کمپاین آگاهی دهی ما را توسط موترا کوچه در کوچه هم میگردیم، از رادیو هم استفاده میکنیم، با علما ارتباط داریم. خوشبختانه یک تعداد بیشتر علما که ما همکار هستند در روزای جمعه از اون طریق هم فکر هموطنان عزیز صحبت میکنم. از توجه حکومت مرکزی بگوین جناب صدیقی، چقدر توجه دارن و به چه تعداد کارهای شما نظارت دارن و به چه تعداد چالش های شما پاسخگو هستن؟ خیلی کوتاه اگر پاسخ بدین. من فکر میکنم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در شرایط کنونی در طول تاریخ یاد حیات شهروالی ها اولین بار است که مورد خاطی و حمایت خود قرار دادن شهروالی ها را، که من نهایت سپاسگزار هستم امی که صلاحیت های مالی ما بلند رفت برده شده، یک جایگاه خاص خود پیدا کرده و امسال ما تانستیم که بیش از 20 مرتبه حضور پیدا بکنیم، همراهی رئیس جمهور صحبت بکنیم، همه مسائل یانه شریک ساختیم. تو گام در گام موضوعات تعقیب میکنه. امروز ما خوش دهی هستم که شهروالی قبلا دارای یک سیستم منظم نبود، امروز خوشبختانه تمام کارکرد و ممنون از حضورتان جناب خواجه روح الله صدیقی، شهردار ولایت پروان، که در برنامه ما حضور پیدا کردین و در برابر پرسش های بیننده های ما پاسخگو بودین. برنامه امروز مجله صبح هم در همجا به پایان رسید. بقیه روزتان خوش.